طرح صیانت از فضای مجازی که قرار بود 4 مرداد در صحنه علنی مجلس بررسی شود، دوباره به تعویق افتاد. قرار بود نمایندگان مجلس در جلسه علنی به بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان برای رسیدگی به این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی بپردازند. طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود، آن هم به صورت آزمایشی، تفویض کند. طرح صیانت از فضای مجازی که هفته آخر تیر ماه دوباره در دستور کار قرار گرفت، پیش از این نیز یک بار دیگر در صحن مجلس مطرح شده بود. طبق اظهارات حجت الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، طرح پس از بررسی‌های کارشناسی نسبت به نسخه اولیه 70% تغییر داشته و طرح نهایی هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی‌کند. محور این طرح ساماندهی فضای مجازی و ارائه خدمات در این فضاست. اما ایرادات این طرح جنجالی چیست و چرا گفته می‌شود که قرار است دسترسی کاربران اینترنت در ایران محدود شود؟ در ماده 1 این طرح مفهومی به نام خدمات پایه کاربردی تعریف شده که تقریبا شامل همه خدمات مرتبط با اینترنت می‌شود. طبق این طرح همه سرویس های مهم از پیام رسان ها تا موتور های جستجو، میزبانی داده داخلی، خارجی و خدمات دیگر باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند. اگر سرویس دهندگان الزامات آن را نپذیرند، فیلتر می شوند. این یعنی اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتساپ و بسیاری از شرکت های خارجی دیگر باید این مقررات را بپذیرند. خدمات پایه کاربردی خارجی ارائه شده در شبکه ملی اطلاعات نام دیگر اینترنت ملی است که طی سال های گذشته بارها با آن مخالفت شده و حالا با نامی دیگر در آستانه بررسی است. طبق موارد فصل دوم این طرح، به نهادی به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای داده شده است، در حالی که سیاست راهبردی نظام تسهیل کسب و کار و حذف مقررات دست و پاگیر است، این سازوکار چگونه میتواند چابک عمل کند؟ طبق ماده 9 این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده، یعنی این وظیفه به نهادی فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام طرح سپرده شده است. در فصل 4 نیز تمهیداتی برای حمایت از خدمات داخلی پیش بینی شده، یعنی رشد خدمات دهندگان داخلی در غیاب شرکت‌های خارجی که می‌تواند زمینه‌ساز رانت و انحصار باشد. از سوی دیگر در فصل 6 مجموعه‌ای از مجازات برای تخلف از ضوابط طرح پیش بینی شده و تشخیص آن هم به هیئتی شامل 3 قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و 2 نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. رسیدگی و صدور رأی در مواردی که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و گاهی مجازات نقدی و حبس می شود، باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل 6 این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است. به این موارد دسترسی به اینترنت بر پایه فهرست خدمات مجاز و امکان در دسترس قرار دادن اطلاعات به حکم قانون طبق ماده 11 را نیز باید اضافه کرد. طرح صیانت از فضای مجازی مخالفان زیادی دارد. 48 کسب و کار دیجیتال در بیانیه‌ای درخواست کردند که این طرح در مجلس متوقف شود. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، هم در نامه خطاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده هشدار داده است که اجرای طرح ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی خواهد شد. این طرح در میان نمایندگان مجلس هم مخالفانی دارد. افرادی مانند مشتبه توانگر، نماینده تهران، که گفته است این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد، هیچ فوریتی ندارد و احتمالاً شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند. از همکارانم می‌خواهم که با آن مخالفت کنند و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده نیفتند. طبق برآورد بانک جهانی، بیش از 70% مردم ایران از اینترنت استفاده می کنند و حالا حدود 58 میلیون نفر در این کشور منتظر تصمیمات مجلس درباره فضای مجازی‌اند.